هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات خواستار اعاده حیثیت شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات خواستار اعاده حیثیت شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات از نهادهای عدلی و قضایی، حکومت افغانستان، یوناما و ملل متحد خواستار ادعای حیثیت شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات از نهادهای عدلی و قضایی، حکومت افغانستان، یوناما و ملل متحد خواسته است تا عبدالله عبدالله را به خاطر بدنام ساختن روند ملی انتخابات به میز محاکمه بکشانند. او می افزاید که از آنجایی که عبدالله عبدالله نتیجه انتخابات را پذیرفت و خواستار شراکت در قدرت شد، این ثابت می سازد که ادعای تقلب یک سناریوی طراحی شده از جانب تیم ثبات و همگرایی بوده است تا از ساختار قدرت در حکومت آینده بیرون نمانند. او می افزاید عبدالله عبدالله بازنده انتخابات بود و کوشش نموده از مجرای ادعای دروغین تقلب خود را در حکومت شریک سازد. خواسته است تا عبدالله عبدالله را به خاطر بدنام ساختن روند ملی یعنی انتخابات به میز محاکمه بکشانند. او می افزاید از آنجایی که عبدالله عبدالله نتیجه انتخابات را پذیرفته است و خواستار شراکت در قدرت شد، این ثابت می سازد که ادعای تقلب یک سناریوی طراحی شده از جانب تیم ثبات و همگرایی بوده تا از ساختار قدرت در حکومت آینده بیرون نمانند. او می افزاید عبدالله عبدالله بازنده انتخابات بود و کوشش نموده از مجرای ادعای دروغین تقلب خود را در حکومت شامل سازد. این در حال است که صفحه رسمی فیسبوک سپیدار روز قبل در یک خبرنامه نگاشته بود: اگر پروفیسور برهان الدین ربانی شهید را زیرکترین و بی‌نظیرترین رهبر در میان سایر رهبران جهادی بدانیم که به تردید چنین است، استاد شهید نخستین کسی است که ریاست شورای عالی صلح را پذیرفت. شورای صلح که به گفته خود استاد شهید، شورای صلح آنگونه که در بیرون از آن تصویر رایه می شود تا یگانه راه رسیدن به صلح، به خصوص صلح با گروه طالبان باشد، نیست. ناگفته های سیاسی محمد تگرام اندیشمند، صفحه 114. استاد شهید به ادامه می گوید: پیشگامی در این امر برای ما که زمانی در محور جهاد و مقاومت قرار داشتیم امر مقبول بود، علی رغم آن که شورای صلح یک کار شکلی و نمایشی محسوب می شد، اما برای ما این امر مهم بود که علاقه و دلبستگی خود را در افغانستان به صلح و ثبات کشور در معرض دید مردم قرار می دادیم. همان گونه که استاد شهید خود اذعان داشتند که شورای صلح در آن زمان یک شورای نمایشی و شکلی بود، با آن هم مسئولیت آن را پذیرفت و هیچ کسی هم بر این تصمیم استاد شهید اعتراض نکرد. بحث صلح که امروز به صورت جدی در سطح جهان و داخل کشور مطرح است و دنیا از این پروسه حمایت می کند و بیش از هر زمان ضرورت برقراری صلح محسوس است، چرا ما همانند رهبر شهید در این زمینه باز هم پیشگام نباشیم؟ آنهایی که بر تصمیم ثبات و همگرایی خورده می گیرند معترضند باید بدانند که قهرمان ملی خود به تنهایی و با قبول خطر برای برقراری صلح بدون بادیگارد نزد گروه طالبان به میدان شهر رفت و استاد در راه برقراری صلح جان شیرینش را از دست داد. اگر تغییر نظام ریاستی به نظام غیر متمرکز پارلمانی مهم است، به همان اندازه و بیشتر از آن برقراری صلح برای مردم ما اهمیت دارد. بیایید در کنار تلاش ها برای تغییر نظام، برای برقراری صلح و آشتی نیز تلاش کنیم و با بسمر رساندن و موفق ساختن این پروسه که خواست همه مردم ماست، قهرمان صلح شویم. من هیچ گونه مانعی را در راه مبارزه و تلاش برای تغییر نظام ریاستی با یک نظام غیر متمرکز پارلمانی در کنار تلاش برای استقرار صلح نمی‌بینم.
با تشکر که تا اینجا با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان.